الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خانواده شريف مسلمان افغانستان جوانان نازلين أماز دختر و پسر شما در اسلام مطلق از نگاه مدنی خواران برادران گران قدر و نازنین در افغانستان و سر تا سر جهان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما فرید یونس گرداننده و تایه کننده دکتر یونس شو از تلویزیون جهانی امید 24 در خدمت شماستم و این برنامه از کشور کانادا پخش میشه و برنامه در ایالت کالیفرنیا ثبت میشه و امروز روز دوشنبه 29 جولای 2019 میلادی است و به سی دقیقه چل دقیقه که ما هستین یک جان تشکر میکنم در این افته چندین تا سوال های شما را جواب میگم که ادمه خواهش کردن که در تلویزیون جواب بگوین و یک برادرم در ایمیل یک سوال در باره گوشت حلال مرخ کرده بودن که ما نمیفهم که چی وقت از این گپا و که بسیار گپای مهمتر هست در جهان اسلام که امروز ما باید سرش بحث کنیم فرهنگ زدایی، زن ستیزی، نمی قوم پرستی، نمی فقر، فاققی این قصه های گوشت حلال و حرام اطراع در این بیست بیست سال که من در تلویزیون هستم ایچی خلاصی نداره اما بازم چون که اگه ایمیل کردن من بر شما باز جوابشم میگم Um, سوال های شما جالب بود بر ارتباط برنامه که من در مورد امزه یوسف پخش کردم که یادم عالم دین نیست و چون یک به فساحت انگلیسی صحبت میکنم اما گفته یکی از دانشمندان افغانستان که امو قوتش فساحتش اساسا در زبان انگلیسیش است نه در عربیش و بر یک سوال آمده بود که شما گفته بودین که بسیار مردم هستن که عربی نمی اما عالم هستن آیا ای امکان داره؟ بله اولی که زبان عربی قرآن یک زبان سیمیاتک است سمیاتک یعنی علامه نگاری علامه شناسی زبان عربی مردم نیست قرآن به آیت نازل شده به حرف و عروف و جمله و لغت نازل نشده خود قرآن میگه که ای آیات است آیات یعنی سمبول آیات یعنی نشانه آیات یعنی پدیده رمز راز و قرآن به راز است قرآن سمیاتک است سمیاتک یعنی که یک علم که کلش به علامه علام نگاری است برای به آیت است و این زبان عربی عادی،, عادی نیست و از این خاطر است که در تفاصیل که ما از گذشته هم گفتیم اشتباهات رخ داده که زبان عربی انسانی کوشش کردن که زبان عربی سمیاتکس زبان عربی که به نشانه و سمبول و پدیده و راز نازل شده او رو ترجمه کنن ام بیترین مثال کلاسیکه که بر شما میتونم که بله یک آدم میتونه که عربی نفهمه اما عالم چی که ولی باشه عالم چی که ولی باشه حاجت به با با چی نیست به عالم بودن نیست در کتاب تسکرات الاولیا از شیخ فردین عطار نیشاپوری میخوانیم در این تسکرات الاولیا سوانه یا زندگی نامی بزرگان اسلام است ام از اماما و هم ام از اولیای کرام اه، اه، عبیب حجمی یکی از اولیای کرام بود ای عجمی از خاطر تخلص میکرد که از عجم بود عرب نبود عربی نمیفهمید عبیب عجمی عربی نمیفهمید از عجم بود از این خاطر است که تخلص یا نام خانوادگیش چیز است عجمی است از عجم بود بسیار جالب است که وقتی که شما زندگی نامی از میخوان میخوانین نقل است که از او پرسیدند از از حبیب اجمی یکی از اولیای کرام بود نقل است که از او پرسیدن که رضا در چیست گفت در دل که در 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 او غبار نفاق نبود امروز ببینن چقدر مردم در نفاق زندگی میکنن یعنی مردم ما چی دا داخل خانواده و چی داد دا بیرون از خانواده در نفاق زندگی میکنن نقل است که از او پرسیدن که رضا در چیست گفت در دل که در او غبار نفاق نبود و هرگه که پیش او قرآن خواندندی و هرگه که پیش او قرآن خواندندی یعنی در مقابل عبیب عجمی قرآن میخواندن بگرستی و گریه میکرد گفتن تو عجمی یعنی تو از عجم هستی و قرآن عربی و قرآن به عربی است و تو آن را معنی نمیدانی و تو مانای قرآن را نمیفهمی گریه از چیست حبیب عجمی جواب میده گفت زبانم عجمی است اما دلم عربی است سبحان الله الحمدلله والله اکبر این چیزایی است که وهابیا و این کسایی که یک چهار سال رفتن در عربستان و در در مصر و در ایجا اینا درس خواندن فکر میکنن که تنها دین خودشان میفهمن دین از علوم انسانی است دین از دین علم لدونی است علم لدونی یعنی اکتساب اکتسابی نیست مثل کیمیا و فیزیک و بیولوژی وره اول شما باید خدا را بشناسید هر وقت که شما خدا را به تمام واقعیت های شناختیم خدا شناختن تنها به نماز خواندن و روزه گرفتن نیست خدا را وقتی که شما میشناسین شما بالکل او میشین شما دیگه با خود نمی باشین مثلا مردم هستن که نماز میخوانند ما نمیگم که نماز فرض نیست و نماز نخونیم اینه من نگفتیم که صبح من در کفر بگیرین اما غیبت میکنن دستشان که تی بیگانه بسته است قوم پرست هستن زن ستیز هستن چرا بازی که اینا خدا رو نمیشناسن لذا خدا شناسی تنها به نماز خواندن و روزه گرفتن و ایگه نیست ببینید چقدر زیبایی میگه که و هرگه که پیش و قرآن خونده دی بگرستی گفتن تو عجمی و قرآن عربی و تو آن را معنی نمیدانی یعنی مانایشو نمیفامید برزی که عجمی بود گریه از چیست؟ گفت زبانم عجمی است اما دلم عربی است این چیزای است که چون که دین از علوم لدونی است. لدونی او, دین است او, او علوم است که اکتسابی نیست شما باید اگه استعداد داشته باشین و اول خدا را بشناسین که نمی خدایی که خدا شما را هست کرده اینمی شما را مبنه وقتی که شما بینمی اعتقاد پیدا کردین که شما را مبنه و بینمی اعتقاد پیدا کردین که ای خدا ناظر اعمال شماست و به می اعتقاد پیدا کردین که خدا عادل است و تبیز نمیکنه بین اقوام و بین زن و مرد و بین مخلوق خود و تمام سیستم از آن خداست اونو وقت است که شما میفهمین که در رای اسلام و را رفتین همچنان به این ارتباط این موضوع که ما گفته بودم که کسی که در رای دین کار میکنه او پول نمیگره او پول نمیگره و, پول نمیگره ام و از این خاطر ام چون پول نمیگره باید بر من سوال آمده که آیا امی ام کدام آیت یا حدیث در این مورد وجود داره که ما باید ام 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 مردم مردم پول نگرن ما در سوره حد که سوره حد یازدهم است در در قرآن کریم یه یعنی نمه بر شما تیاری هم نگرفته بودم گیره پیش از پیش بر شما ام. چی کنم در سوره خود آیه 29 آیه 29 اجازه بدین که ويا قوم لا اسلکم علیه مالا ان اجي الى الله الى که الله میگه و ای قوم من من از شما مالی و منالی برای آن نمیخواهم عجب من فقط با خداوند است ای در سوره حد آیه 29 و ای قوم من من از شما مالی و منالی برای آن نمیخوام. یعنی به تبلیغ دین که من میکنم پیام خدا را که بر شما میرسانم مثل که ما در این تلویزیون ها از سی سال است که افتخاری کار میکنیم سخنرانی های ما کلش افتخاری است و الحمدلله که یک, اه اه یک دالر هم از سخنرانی های خود نگرفتیم عجب من فقط با خداوند است و راستی که امروز الحمدلله ما را عزت ما را الحمدلله نان او لباس خانواده هر چیزی که برای یک زندگی یک انسان متمدن امروز است الحمدلله و المنه خداوند از کبر و غرور نجات بده بر ما داده و اینمی آیه آیه آی 29 سوره هود است که وای قوم من من از شما مالی و ملان برای آن نمیخوام عجب من فقط با خداوند است کسایی که درای دین کار میکنن اینا دین بزنس نمیسازن که دین بزنس سازن که برش تلفن کنن که بعدن نکای مرا بستن میکنی چند میگیری میگن بر من زنگ زدن دو دفعه بر من زنگ زدن 20 دفعه زنگ زدن بعضی کار کلگی در امریکا و اروپا به یک منتلیتی بزنس کار میکنن فکر میکنن که دین هم بزنس است امام, امام ام ابو حنیفه علی رحمه خودش یک دوکان داشت اما امام هم بود از طریق دین او یاشه نمیکرد به میرن مثلا پنج هزار شش هزار دلار چارج میکنن برای یک سخنرانی اینا با منتلیتی کپیتالیزم bo mentalite capitalism, khostan ke din ma din bo mentalite capitalism, socialism comunism saionism, e cinamesh yani ma rafi nemesham um um ibu javabe sawale dughum shoma سیوم که موضوع رنگ سبز است که چرا دخترها رنگ سبز می پوشن و یام در قرآن شریف مسئله رنگ سبز آمده و ما بر شما معایت میکشم می کشم که شما با خبر باشین و ده سوره کف ده سوره کف آیه سی و یک ده سوره کف آیه سی و باشه که اینان که بهشت های عدن دارن که جوی باران از فرودستشان جاری است در آنجا با دستبندهای زرین آراسته می شوند و جامعه های سبزرنگ از پرنیان نازک و ابریشم ستبر بپوشند و در آنجا بر تختها تکیه زنند هم پاداش نیکوست و هم مجلس نیکو ای آیه سی و یک از سوره کف که درباره درباره خوبی رنگ سبز آمده اینال یک قصه جالب در, در, تاریخ اسلام است که ما بر شما میگم و او قصه جالب در تاریخ اسلام است که اه رسول کریم وقتی که هجرت میکردن و از خانه از, از خانه میخواستن براین در ای وقت از رسول کریم صلی الله علیه و سلم از حضرت علی کرم الله وجهه خواستن که در بستر خوابشان در در بیرون کفار منتظر بودن که حضرت رسول کریم صلی الله به قتل برسانند و در چی میکنه که از حضرت علی خواهش میکنه که تو در بستر ما استراحت کو در جان حضرت رسول کریم یک, 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 یک جامعه سبز میباشه می باشه. ای جامعه سبز به حضرت علی میته که حضرت علی کرم الله او را بپوشه و در بستر خواب استراحت کنه و خودش از در خانم بی بیرو میشه و اینجاست که رنگ سبز در فرهنگ اسلام رنگ زفر رنگ کامیابی و در قرآن آمده که جامعه های سبز از پرنیان نازک و ابریشم ستبر بپوشد کی در او دنیا گفته شده برای مردای مسلمان از نگاه یک حدیث حضرت رسول کریم صلی الله و سلم سعید المرسلین خاتم النبین فخر بنی آدم رحمت للعالمین در یک مبارک مبارکشان است که مرد مسلمان تلا و ابریشم نمی بوشن. و ما که از نگاه منعیس یک جامعه شناس مسلمان ایره تحقیق کردم. چرا است؟ که چرا امی است بر از که دو وقت امی قدرتمنده لباس های ابریشومین می پوشیدن و قدرتمنده در دستایشان تلا بود از موقع است که در فرهنگ ما بر مردا تلا پوشیدن درست نیست تنها عقیق و نقره و اینا درست است و و که دخترای ما در وقت نکاح لباس سبز می پوشن این میسته که رنگ سبز یک رنگ است که رنگ کامیابی است رنگ ظفر است رنگ خوشبختی است و رنگ سعادت است و بعض بیرقهای های کشورهای اسلامی یک رنگ سبز دارم طور مثال و پسان ساینس ثابت کرد که رنگ سبز برای چشم بسیار خوب است از این خاطر است که مثلا پینگ میز پینگ پانگ رویش سبز است طور مثال و یا آل رنگ باز کورتای تینس یا را تغییر دادن اتا بیوترام مدیدم اما اما در اصل رنگ سبز در کورت های تنیس اینا رنگ سبز استفاده میکردن برای از که برای چشم خوب است برای مغز خوب است یا بود جواب سوال شما در مورد رنگ سبز که خوار ما پرسان کرده بودن و آمده ام سر مسئله پیش که به وقفه کوتا از مسجد ابراهیم خلیل الله شکایات بر ما رسیده من از مسجد ابراهیم خلیل الله در شمال کالیفرنیا در شهر فریمانت موقعیت دارم من این فرام چند از داره شاید یک هزار از داشته باشه یا کمتر یا زیادتر من مسجد بزرگ نیست یک چند تا برادرها بر ما شکایت کردن و خواهش کردن که ما این موضوع را باید که در برنامه خود بگویم و به بعد از وقفه تجارتی خدمت شما بعض وقفه به خدمت شما میگم اما مثلا مسئله گوشت مرغ که یک برادر ما در یک ایمیل بر ما فرستادن که میگن که گوشت های مرغ علال است و گوشت های مرغ علال نیست امی قصه علال گوشت مرغ چطور است اولی که تنها گوشت, گوشت مرغ و نامرغ نداره هر گوشتی که است در دو دید و بینش وجود داره بین علما علمایی که سختگیر هستن و علمایی که لبرال هستن یک بینش شمیسته که معلوم دار هر گوشت که ما, ما میخوریم او باید زبه حلال شوه این کلگی میفهمه مرغ باشه گوسفند باشه گاو باشه او باید زبه حلال شوه و به شکل که ما ضبع اسلامی میکنیم که شارک بریده میشه خون فواره میکنه و ما شما ضبع را میفهمیم یکی مسئله عزیز که یک تعداد علما نظر به آیه, آیه, پنجم سوره مایده آیه پنجم سوره مایده سوره مایده سوره پنجم قرآن مجید است و آیه پنجم در سوره میاد که کشته یهود و نصارا برای شما علال شد و زنایشان برای شما علال شد ایجا یک تاد علما مثل دکتر یوسف قرداوی در, در خاور میانه که از بزرگان بسیار بسیار مشهور اهل تسنن است او فتوه میده که چون قرآن برای مسلمان ها اجازه داده که کشته یهود و نصارا را شما بخورین دیگه در ایجا مسئله اه, کوتن کوت زب مطلق اسلامی در ایج ایج مطرن قرآن اجازه داده که از اهل کتاب شما میتونین که زبش بخورین اه, و ما به می فتوه یوسف قرداوی استم که اه, نظر به نحس قرآن کشته یهود و نصاره و او در کتاب حلال و حرام در اسلام نوشته که دیگه شما بسیار سوال و جواب نکنین قرآن از زیر سوال نبرین وقتی که شما قرآن بر اجازه را داده و من به می فتوه یوسف قرداوی هستم اما چیزی که من علاوه می کنم که گوشت های امروز در سویدن کمتر در فرانسه کمتر در آلمان کمتر اما در امریکا تمام گوشت ها را هرمون و این هرمون ما نیفهمیم که مرجع هرمون چی است میشه که گوشت خر باشه میشه که گوشت سک باشه میشه که گوشت مرده خوک هرمون ساخته باشن How do you know? شما چی میفهمین؟ و نمیفهمیم موضوع را. لذا مرجه هورمون بسیار مهم است. همین که امروز دکتر مردم بسیار چاق میشن برای اینکه هر روز گوشت میخورن و این گوشت ها از هورمون پر است و این برای صحت بسیار مزر است. و چون که مرجع هورمونا معلوم نیست مرجع آنتی بیوتیک با گوشت میتن معلوم نیست این گوشت ها پیش ما قطعا علال نیست ولو که ذبح علال شده باشه ولو که شما از یک دکان اسلامی اون خریده باشیم پیش ما او علال نیست باز که او با هورمون کلان شده ایناله مرجع هورمون چی هست ایر ما نمی‌فهمیم. از این خاطر ذبح یهود و نصارا بر ما علال است نظر به نص قرآن آیه پنجم سوره مایده ما مشروط به که ارمون و آنتی نداشته باشه میریم به وقفه کوتاه پس در خدمت شما هستیم سلام مجدد ما فرید یونس کردن و کننده دکتر یونس شو از تلویزیون جهانی امید 24 در خدمت شما استم و شما تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنین که زیادتر از در یوتیوب زیادتر از 15 هزار مشترک داره و شما میتونین که برزی که برنامه مرا خودکار یا اوتومات بگیرین میتونین که شما مذرد میخوایم میتونین که شما با یوتیوب فقط یک کلک کنین مشترک میشین و کدام پول شما نمیپردازین شنبه که گذشت دو موضوع دیگر هم بر شما میگم یکی محفل امضای کتاب جناب دکتر سب خلیل رحمانی و همچنان موضوع شکایت که از مسجد ابراهیم خلیل الله در شمال کالیفرنیا بالا شده در شنبه که گذشت 27 ماه جولای 2019 جناب دکتر سب دانشمند و گرامی آقای رحمانی دکتر رحمانی که یکی از گزاران بسیار صدیق کشور در شمال کالیفرنیا هستن یک کتابشون برامد به نام Where the, 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 the bear met the, the lion Where the bear met, met the lion یعنی وقتی, وقتی که خرس با, با شیر روبروی میشه این کتاب قبلا چاپ شده بود من تا دکتر سپسو مصروف بودن که یک محفل بگیرن و این محفل مفکورس با کمک دی افغانی کلتوری تولنی که در شمال کالیفرنیا خدمت میکنن برگزار شد و ما از جناب دکتر دا رحمونی یک جهان تشکر میکنم که من در این محفل شرکت کردن و افتخار بخشیدن که یک کلمه صحبت کنم در مورد شخصیت چون دکتر سب رحمانی در امریکا روانشناسی خواندن و مؤسس افغان سایکولوجیکل از سال 2000 به ایسو هستند و چون از جلال هستن هستند در افغانستان هم یامی یعنی مؤثره بنیاد گذاشته بودن حتی من در سالهای 2000 دو دعوت کرده بودن که در بورد اون باشم منتها تا من نسبت گرفتاری های زندگی که داشتم نتونستم و یک مرد بسیار صدیق و پشت, و پشت کار زیاد دارن و مردم علاج میکنن از نگاه روانی و در تلویزیون های مختلف هم ها برنامه ها دارن و همیان در یکی از تلویزیون ها برنامه دارن سر مسائل روانشناسی صحبت میکنن و دیشب روز شنبه شو یک محفل گرفته بودن دانشمندا و بزرگان کمیونتی حضور به هم رسانده بودن و چند تا سخنرانی ها شد بسیار محفل زیبا بود من از جناب آجی سب زمریالای رئیس افغانی کلتوری طولانی هم تشکر میکنم و این کتاب به جناب دکتر سب رحمانی و همسر گرامیشان خانواده گرامیشان و جامعه افغانی در امریکا ما ایرا تبریک میگم و موافقت های بیشترشان رو میخوایم و افتخار میکنم که یکی از دوستای بسیار نازنین من در شمال کالیفرنیا هستن خورا برادرهای عزیز ما که در میدیا هستیم خصوصا که ما در مسائل اجتماعی و سیاسی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و... یعنی کار ما در میدیا تنها یک رشته نیست ولی که کسایی که مثل ما باره انتروپولوژی و جامعه شناسی سیاسی و نیفام تاریخ و اینا درس خونده باشن ما در هر موضوع میتونیم یک چیز تبصره کنیم و به شمول دین اسلام در هفته که گذشت کدام مجلس بوده در مسجد ابراهیم خلیل الله که در شمال کالیفرنیا در شهر فریمانت موقعیت داره و مردم بر ما اعتماد میکنن که ما صدایشان به گوش مردم برسانیم و هدف ما فصله و بینکم اخوایکم هدف ما صلح هست و ما امید میکنم که عراقین مسجد غور کنن سر از صدای مردم بر ما سه یا چهار تلفون از برادرا از برادرا از این مسجد آمد که چند نفر دست به هم یک جای کردن و امیلایی مسجد به با ذوق خود و به مفاد شخصی خود چیزی که بر ما گفتن تغییر دادن و در نتیجه که باید یازده نفر در برد دایرکتر می بود هفت نفر شد و وقتی که مرحوم استاد خدا غریق رحمتش کنه و بهشت بر این جایش باشه زرابی رئیس مسجد بود برای چندین سال ندانا که قرضای مسجد تادیه شد در این ای مدت هشت سال یا ده سال امی ام ام بورد هم یازده نفره بود اما دفدا وقتی که مرحوم زرابی از پیش ما میره و جایش خالی میشه و دیگرا ارزندام میکنن امو لایه و هم امو پرنسیپ دیموکراسی که مسجد بنیان گذاشته بود بر هم میخورن در اینجا چند نقطه اتفاق افتیده اولی که برد مسجد یازده نفر بوده ایره میگن که چرا ایره افت نفر ساختن او یک حیات هم به نام حیات منصف منصف شده اما یه حیات منصفه هم اینا میگن که ام بدون جهت یوازی که از لایه و پالیسی های مسجد که ساخته شده ام دفاع کنن اینا طرفداری از اون چند نفره کردن که یا به نظر از اونا غیر عادلانه بودم من بسیار تأصف می میکنم که ما که یک مسجد که 500 نفر یا شاید 800 نفر زیادتر نیست مسجد ابراهیم قیلا شپش و یا شاید هزار نفر ممبرشپ داشته باشم ولو که منبرشپش از هزار رسن یک هزار نفر باشه ما که نتونیم که یک کمونیتی هزار نفره را جمع کنیم و دموکراسی را تطبیق کنیم ما چطور میتونیم که افغانستان چی کنیم نجات بتیم نظر ما ایسته که و ای بسیار زیاد یک تعداد رنجیده خاطر ساخته و بسیار متاثر هستند و بر ما زنگ زدن که باید سر از این موضوع گب زده شد نظر ما فصله و بینکم اخوایکم بین مردم صلح بیارین باید که مسجد پس برای برای عمومی که دموکراسی براستی امیس برای عمومی توسل ورزه کل مسجد پس یک جای شوه و اینا یک رای گیری کنن برای رئیس برای معاون و برای اعضای برد و پس امو یازده نفر که در اول بوده یعنی مام سوال مام، سوال ما پیش ما یک مسجد من وزو از مسجد نیستم و اما این ایمان نیست که من یک مسلمان من نظر نتم هر مسلمان عقل داره که نظر بته وزو یک جای باشه یا وزو یک جای نباشه هر ترتیب این کار یک ای کار, ای کار غیر عادلانه صورت گرفته و یک کار غیر منصفانه صورت گرفته و کار غیر دموکراتیک از که ما وقتی که در یک بزرگ در یک قدیمترین دموکراسی زندگی میکنیم که ایالات متحده امریکا باشه و در اینجا نتانیم که امورهای دموکراسی را در یک کمونیتی کوچک پیاده کنیم معلومدار این بسیار به کمونیتی صدمه وارد میکنم و ما نام هیچ کس نمیگرم که در کی مقصر است کی مقصر نیست و امیره برای کسایی که برام هم کردن من امیره گفتم اما ایره میگم که دست دست بازی در مساجد است متاسفانه که است مساجد اکثرا توسط گروه خاص کنترل میشه و انتخابات هیچ وقت دایر نمیشه انتخابات درست و این انتخابات هم که در مسجد ابراهیم الله علیه السلام دایر شده انتخابات عمومی نبوده اینا خودشان کل گپ سر از خودشان چند نفر را به بورد تعیین کردن و خودشان بر خود رئیس تعیین کردن و خودشان به جای از که مجمع عمومی رای بده بر بورد و مجمع عمومی رای بده بر ریاست مسجد اینا ای کار کردن و ای کار درست نیست ما ما باید که من بر شما بگویم خوارا و برادرهای عزیز که ما هر چیز را که بخوایم پت کنیم و پنهان کنیم ای گپا اما از پیش خدا پنهان نمیشه و ای آیت قرآن است ای آیت سریع قرآن است که ما هر مکاربازی و دقلکاری و ساختکاری و ای کار کنیم امروز مردم هم و مولمدار چیز هم میفهمه. اول خدا میفهمه و ما کل ما پیش خدا مسئول هستیم در وجود مردم های بسیار شریف است رئیس مسجد اعضای مسجد اکثریت زیادش هم میشناسم مردم های بسیار محترم معزز اما وقتی که مسائل شخصی مطرح میشه در مسائل کمونیتی در اینجا که عدالت پایمال میشه این یک کار درست نیست یک کار درست نیست و از بچون خواهش کرده بودن که صدای از اینا رو بالا کنم من بر شما گفتم نظر اینست که یک مسجد یک... دو... یک مجلس عمومی دوباره دایر شود و یک و اگر موضوع حل نمیشه یک عیت از از بیرون مسجد انتخاب شوه یک هیئت شش نفره یا هفت نفره یا پنج نفره از بیرون مسجد انتخاب شوه مثل که در کمپانیای های امریکایی بسیار وقت برای از اینکه کانفلیکت آف انترست اینه کانفلیکت آف انترست میگن کانفلیکت آف انترست اتفاق نفته یک, یک گروه از یک کانسالتنگ firm از یک بیرون اینال مسجد ابراهیم خیلی هم میتونه که یک سه نفر از بیرو خواهش کنه که بیا امی موضوع را فیصله کنه ایوازه که کسایی در اوجه باشه که از, از گروپ خود طرفداری میکنن و ای به عدالت صدمه میرسانه ما امید میکنم که ای, ای مسئله هر زودتر حل شوه و برازی که خوشی ما در میزده می کوچک ما افغانا با ای که میگن صد هزار و گپا دروغ میگن ایران باز محسات از خود کشیده که ما صد هزار نفر هستیم و گپا در امریکا در کل امریکا صد هزار نفر است تنها در بی دا بیریا صد هزار نفر نیست در بیریا شمال کالیفرنیا ایران باز محسات از خود کشیدن که ببخشین که از منابع دولتی پول بگرن دکتر یونس شو همیشه اقایق کمونیتی اقایق دین اقایق سیاست باز مردم از ما آزرده شده به ایگه گپا اما وقتی ما در پشت کمره شنیم عدف ما از در این است که ما کی را آزرده بسازیم کی را آزرده نسازیم و که در سوره بقره ما میخوانیم که شما حق بگوین و از باطل جلوگیری کنین لذا کار ما دمی 25 سال که ما یا 27 سال که ما سال 93 که من در تلویزیون ها همکاری میکنم و در تلویزیون هستم حقایق کمونیتی افغان اقایق تاریخ افغانستان حقایق دین اسلام که چقدر ایره گفته ای امریکا دیریل کردن از اون مسیرش که بیرو کشیدن به نام دین و به نام سنت و زنستیزی ها و قوم پرستی ها و, و نمی مم. کارای شده در بنام دین که آدم واقعا جگرخون می سازم لذا برنامه دکتر یونس شو کدام جهت سیاسی هم نداره و از ما در گروه و حزب نیستم و جهت مذهبی هم نداره و از من نه هستم جهت قومی هم نداره و از من مربوط هیچ قوم نیستم فقط من یک سم سرک یک, یک مسلمان هستم خلاص دیگه امید میکنم که برادرها و خوارایی که در مسجد ابراهیم خیلو هستند و یک آیت قرآن شریف است که خداوند آلت و قوم تغییر نمیده تا خودشان آلت خود تغییر ندن این مربوط به تمام مسجد مردم مسجد است که اینا دست به دست هم کنن و از حقوق خود دفاع کنن اگر میخواین که به حقوق خود برسن اما این که یک تعداد خود خاموش میگره و چپ میگره و قبول میکنه و یک چند نفر حقوقشان پایمال میکنن این نه گناه اسلام است نه گناه نه گناه گناه خود ماست ما اگون وقت نمیخوایم که ام 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 و پوست کنده صحبت کنیم و گپ دل خود بگوییم و نتیجه میگه در سر از این خاموشی ها و محافظه کاری ها و و ایگپا حقوق ما پایمال میشه و از اون خاطر است که ما در جامعه افغانی ما هیچ وقت نخواستیم که حقوق ما را کس پایمال کنه ما کدام حقوق دیگه نداشتیم حقوق ما در هیچ مسجد به شکل بسیار اساسی عضو نیستم در بردای هیچ هیچ نیستم بخاطر خاطر از زمین که ما آزادی فکری و و عقل خودم مصالحه نمیکنم به هیچ صورت مصالحه نمیکنم اینمی حقوقی است که من دارم از طرف خدا و چون من مساله نمیکنم از اون خاطر که حتی من یک زندگی کردن مشکل است و برازی اینکه استقلال خود ما باید نگاه کنم و من همیشه خواستیم که استقلال ما باید نگاه شدم ما دعا می کنم من ایسی یک مسلمان و در شروع گفتم فصله او بینکم اخوایکم ای, ای گزارش که داده شد به خاطر سال هست باید که در مسجد ابراهیم الله یک سال و این صلح وقت می که ما دست به دست هم کنیم و بر صلح کار کنیم نه برای منافع شخصی نه برای منافع اقتصادی و نه بر منافع گروهی و قومی و گپا دیگه ما امید میکنم که موضوع حل شود این بود برنامه امروز ما از تلویزیون جهانی امید 24 تا برنامه آینده شما را به خداوند کریم میسپارم سبحان ربک رب که رب و سلام علی المرسلین رب العالمین فرید تشكر